سلام، باز هم با ویدیوی آموزشی دیگری در خدمتتان قرار داریم. در این ویدیو افعال ربطی را برای شما آموزش خواهیم داد. پس تا پایان بحث با من میرویس بیدل همراه باشید. بیدل، نخست تعریفی از افعال ربطی را برای شما ارائه میکنم. A linking verb is a verb that connects the subject of a sentence with its complement. فعل ربطی فعلی است که مسند الی را در یک جمله به متممش ارتباط میدهد. یعنی افعال ربطی افعال نیستند که دلالت به عمل داشته باشند که فاعل آن را انجام میدهند، بلکه افعال ربطی افعالی اند که سخنی که در مورد مسند الی گفته می شود را به مسند الی ربط می دهد. به مثال ها دقت کنید. We are freshmen. ما محصلین سال اول پوهنتون هستیم. در اینجا آر یک فعل ربطی است، چون freshmen محصلین سال اول دانشگاه را به وی که عبارت از مسند الی است نسبت می دهد. مثال بعد، Mary is a married woman. ماری یک زن متأهل است. در این جمله هم is یک فعل ربطی است که متمم را به ماری نسبت می دهد. و متمم در این جمله a married woman، یک زن متأهل است. مثال بعد، The weather becomes hot in the summer. هوا در تابستان گرم می شود. در این جمله فعل becomes می شود یک فعل ربطی است که متمم hot in the summer، گرم در تابستان را به the weather هوا نسبت می دهد. مثال بعد، I remained calm and still. من آرام و ساکت ماندم. در این جمله remained ماندم یک فعل ربطی است که calm and still که عبارت از متمم است را به I من نسبت می دهد. در اینجا به شما یک لیستی از افعال ربطی مهم را در زبان انگلیسی فراهم نمودم. اینها مهمترین افعال ربطی هستند که در زبان انگلیسی بسیار کاربرد دارند. بی بودن، ام هستم، از است، آر هستیم، هستید، هستند، واز بود، بودم، ور بودیم، بودید، بودند، look به نظر آمدن، smell بودادن، بوداشتن، taste مزه دادن، طعم داشتن، feel بودن یعنی در حالت بودن، sound به گوش رسیدن، become شدن، get شدن، seem به نظر آمدن، grow شدن، turn تبدیل شدن، appear ظاهر شدن، معلوم شدن، remain باقی ماندن. خوب متوجه باشید که بعضی از این افعال دارای معانی دیگر نیز هستند که در معانی دیگر ممکن افعال ربطی محسوب نشوند. این افعال در صورت افعال ربطی هستند که معانی که در اینجا به شما ارائه شد را داشته باشند. خوب می رویم و چند مثال از این افعال را می بینیم. The airport appears busy today. میدان هوایی امروز شلوغ معلوم می شود. I feel tired. من خسته هستم. Your sister seems happy.
خواهرتان خوشحال به نظر می آید. His face turned red. His face turned red. صورتش سرخ شد. These cookies taste good. These cookies taste good. این کلوچه ها مزه خوبی دارند. You sound sick. You sound sick. شما مریض به نظر می رسید. یعنی وقت صدایتان را می شنوم به نظرم می رسد که مریض باشید. He should remain silent. He should remain silent. او باید ساکت بماند. او باید خاموش بماند. خب به پایان این جلسه درسی رسیدیم. تا جلسه درسی بعدی همه تان را به خداوند لایزال می سپارم. خدا حافظ و ناصرتان باد.